سایم دانگ، خاطراتی از نو، با شرکت لی یونگ آه در نقش سایم دانگ، سونگ سونگ هون در نقش یوسیانگ، مدیر دوبلاژ زهره شکوفه. قسمت بیستم. همسرم کجا رفتی؟ خانومشین بگید کجایی؟ خانومشین گوش اون چوست همسرم تو چرا اینجوری شدی؟ همسرم حالت خوبه؟ زخمی شدی؟ همسرم چرا اینجوری شدی؟ بگو که سالمی، بگو که حالت خوبه. آره حالم خوبه. حتما سردته. بیا اینو بپوش. زود بریم خونه. چقدر خوشحال شد. این مامورا دوستای منن. به چند تا دوز برخوردیم اما فراریشون دادیم. بعدش اومدیم دنبال تو. همسر بریم بهتر. روان ساعت زود پیدا شد. شاهزاده یوسیانگ، شاهزاده یوسیانگ، حالتون خوبه؟ میخواستین منو ببینین آلی جناب؟ زخمی شدی؟ بله، چیزی نمونده بود جونم از دست بدم، اما زنده موندم. اما به لطف شما زنده و سالمم. آلی جناب، من چی هیون جرمای زیادی مرتکب شده، به جای مجازات چرا آزادش کردیم؟ کاغذ گوریای اصل رو آوردی؟ علی جناب، لطفا سریع دستور بدین من چی هیونگو دستگیر کنن. اون من ازت پرسیدم کاغذ گوریای اصل رو آوردی یا نه؟ فقط 5 روز به مسابقه کاغذ گوریا مونده، فراموش که نکردی؟ مطمئن باشین کاغذ گوریای اصلی رو به فرستاده مینگ میدیم. علی جناب، پیدا کردن کاغذ گوری الان خیلی مهمه، اما مجازات مینچی هیونگ هم به همون اندازه مهمه. مینچی هیونگ باید من تصمیم میگیرم چه چیزی مهمتره. شاهزاده یوسیانگ، وظیفه تو پیدا کردن کاغذ اصلی گوری است. مینچی هیونگ هم وظیفه خودشو داره. علی جناب، اگه مینچی هیونگ رو مجازات نکنین این کشور اصلا میپاشه. اون باید دستگیر بشه. قبل از اینکه کشور اصلا بپاشه من موقعیتمو از دست میدم. آلی جناب، مینچی هیونگو آزاد کردم چون میتونه کاغذ گوریو تولید کنه. از دید من هر کس کاغذ گوریو تولید کنه وفاداره. جرمهای مینچی هیونگ هرچی باشه، اگه بتونه کاغذ گوریوی اصلی رو تولید کنه ازش چشم پوشی میکنم. همین. آلی جناب، وزیر مینچی هیونگ اومدن. بیاد داخل. خواستید منو ببینید آلی جناب؟ وزیر مین، حکمتون فعلا به حال تعلیق در اومده، اما هنوز مجرمید. اینو فراموش نکنید. بله آلی جناب. شاهزاده یوسیانگ، وزیر مین، خوب گوش کنید. میدونید که 5 روز دیگه مسابقه کاغذ گوریو برگزار خواهد شد.
یکیتون باید کاغذ گوریوی اصلی رو بیاره. هر کس در این کار موفق بشه وفاداریشو به من نشون داده. اگه تا اون موقع اختلافاتتون رو کنار نذارید، هر دوتون رو مجازات میکنم. فهمیدید؟ امر شماست عالی جناب. جوابتون نشنیدم شاهزاده یوسیانگ. حتما عالی جناب. شوره برسونم اون راز پیدا کنید، کاغذ گریه ای که تو محمد وان پیان بود و درست روش تولید کاغذ گوریه. همون راز پنهانه؟ هنوز نفهمیدم، اما فکر میکنم راه تولید کاغذ تو همین باشه. یعنی اگه این رازو بفهمید میتونیم کاغذ گوریه درست کنیم؟ بگو ببینم همسرم، بابا بزرگ پالبون کیه؟ راز پنهان و کاغذ گوریه معبد بون پیون چیان؟ الان نمیتونم بهت بگم، وقت زیادی ندارم، بعدن همه چیزو برات تعریف میکنم، فعلا بهتره بری خونه. همسرم نمیدونم چه خبر شده، نمیخوامم بدونم، اما باید بیا بریم خونه و یکم استراحت کنی، خیلی خسته. بیا بریم خونه، بیا با من، بیا بریم خونه، بیا. نه من باید بمونم، کارمو اینجا تموم کنم. منو ببخش ونسو. از دست تو چی کار کنم؟ خیلی خوب، نمیدونم چی کار میکنی، نمیدونم این کارا چیه که میکنی. حتما باید تمرکز کنیم و هر جور شده راز ساخت کاغذ رو بفهمیم تا همه بتونن کارشون رو نگه دارن. باید تمرکز کنیم. بله بانوی من. باید بفهمم ماجرای نقاشی چیه؟ شنیدم از راز پنهان حرف می زدم، باید بفهمم قضیه چیه. آره باید بفهمم. چطور عالی جناب تونستم چی کاری بکنه؟ دستور داد تحقیقات کامل بکنم و مینچی هیونگو بازداشت کنم، اما آزادش کرد، حتی گناهش رو پخشید. این کارشون احمقانه است. شاهزاده یوسیانگ لطفاً آرومتر صحبت کنید، ممکنه صداتون رو بشنون. عالی جناب
در تمام مدت حکومتشون همین جوری بودن. منظورتو نمیفهمم. همیشه اصلاحات یا تحقیقاتو شروع میکنه و وقتی کسی مخالفت کنه حتی زیر دستای وفادارش رو کنار میذاره. سر جوگوانگ جواکی ماندو هم همین بلا رو آورد. اما این دفعه خیلی فرق میکنه. مینچی اون خائن و خلافکاره. ما به سختی تونستیم بازداشتش کنیم. چطور عالی جناب آزادش کرد؟ روش عالی جناب اینه که هر دو طرف رو نگه میداره. وقتی هر فرد دو طرف منطقی باشه هم دیگر رو خونسا میکنن. اما اگه یه طرف صداشو بلند کنه عالی جناب رو عصبانی میکنه. فریاد تو از مینچی هیونگ بلندتر بود. شاهزاده یوسیانگ، مراقب نامگویون باش. تو گوش عالی جناب خیلی چیزا میخونه و تأثیر زیادی تو دربار داره. بانوچویی، تو داری چه کار میکنی؟ داوودی سیاه؟ عرب! عرب! بانو، چرا اینجوری شدین؟ چه بلایی سرتون اومده؟ تنهامون بذارید. گفتم تنهامون بذارید. ببخشید ارباب من. بیا داخل. اینها چی هن؟ عرباب. تو داوودی سیاهی هستی که چندین بار به ویک دانگ سر زدی و مردای اونجا رو تهدید کردی؟ داوودی سیاه تویی؟ چرا چنین کار احمقانه ای کردی؟ این چه کاری بود؟ پیش خودت چی فکر کردی که چنین تصمیم احمقانه ای گرفتی؟ هان؟ اما من رو نکشیدم. من تصمیم میگیرم
زنده بمونی یا بمیری. تو برده منی. انقدر دختر گستاخی بودی که وقتی از دهکده وونپیونگ میگذشتم پریدی جلوی اسبم. تو چشمات برق جاه طلبی و خشم دیدم. همین برام جذابیت داشت. دیگه براتون جذاب نیستم. فقط اگر همسر من باشی این جاه طلبی و خشم تو به دردم میخوره. اگه به عنوان دختر یه صاحب مهمونخونه یه بدبخت بری دنبال انتقام مسخره خودت به دردم نمیخوری. باید نقاشی اولوکی چوره که دنبالش بودی رو پیدا کنیم. راز کاغذ گوریوی اصل تو اونه. اگه میخوای زنده بمونی راز اون کاغذ رو پیدا کن تا قبل از اونا بتونی اون کاغذ رو درست کنی. من چلی میسه بانوی من. فکر کنم ارباب خیلی زود رفته، صبونش هم نخورده. میونگ بول هایسو من چلی میسه اینه جل من گیوم نایل گوی بکتو مگون کی هیونگ و دو کرم شب را در شب پرواز میکنند. میانگی و گول های سو آب زیر ماه کامل جریان دارد. چرا مدتی شما زیر لب این شعر رو زمزمه میکنی؟ این شعر براتون خاصه؟ برای من که عجیبه، قافیه نداره، ترکیب بندیش هم یکسان نیست. اصلا این شعره؟ منم نمیدونم. خیلی عجیبه نه؟ بچه ها غذاتون رو بخورید، همه باید بریم کارگاه کاغذسازی کمکشون کنیم. چی؟ دوباره؟ عجب عطزاد این خواهی اشراف رفتار میکنه. آره مثل اشراف زده. نه نه من یه مهمون خونه داری پس اینقدر قیافه نگیر. میخوای آبرو تو ببرم؟ آره چیه؟ میخوای منو میترسونی؟ آره بد ذاته. با هم زدن مشکل رو حل کنیم، با زور که نمیشه که. تو یکی هستی؟ چی شده؟ خدایا ارباب؟ اون اربابته. آره باشه قایم نشو. این کارا چیه؟ میرسی سر یه زن تنها؟ مثلا شما مردی؟ انگار که تو اربابشی، از اون احمق تری. به من توهین میکنی؟ من که نمیفهمم چرا مردا اینجوری با زنا رفتار میکنن؟ بند کن بابا، اگه اربابش نسی راتبه که شما رو تا بیشتر عصبانیم نکردی. بارو بینم. ببین آقا جون، ببین چی میگم. آنش کنی، آنش میکنی، حسابتون رو بیارم. آنش شدیدم. آره جا مد در نوبت توه، در نریا. آی 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 خدا، آی خدا جون. یه چیزی بخور. انقدر سرم شلوغ بود که کلی روز چیزی نخوردم. خیلی گشنمه. این همه زحمت کشیدم باید یه چیزی بخورم دیگه. نوشه جان باشه باره دیگه. خوشمزه است.
خوشمزه سا. آره شورم نیست، بی نمکه. درست شور نیست. آره این سبک جیولگو رو نمیفهمم، اصلا قافیه نداره، به سبک بیولم نیست، اصلا نمیفهمم. اگه شعر نیست پس چیه؟ یعنی باید قافیه داشته باشه؟ باید به جای این کلمه درخت باشه، پس چرا اینو نوشته؟ برای منم عجیب بود. به جای این عبارت باید این یکی رو می نوشت تا با بعدیش جور باشه. چرا اومدی اینجا؟ مسابقه کاغذ چند روز دیگه است، برای همین اومدم به کارگاه های کاغذ سازی سر بزنم. زخمت چطوره؟ دیگه راحت میتونم حرکتش بدم. استاد سلام. هیون ریونگ، خوشحالم میبینم اتون. استاد حالا چطوره؟ خوبم. میخوای با هم بریم بی ایک دانگ؟ شاید اونجا بتونیم معمای اون شعر رو حل کنی. فکر خوبیه مامان، تو بی ایک دانگ کتاب زیاد هست، شاید اونجا کمکت بکنه. منم کمکت میکنم. میگن درست کردن کاغذ بیگ جی جانگ مؤثر شد، دانشمنده سون بیام کمکمون کنن. قبول کن مادر، بیا بریم بیگ دانگ. همه دانشمندا رو اینجا جمع کردیم. گروه یونتیو مثلا باهوشترین افراد کل کشورن، چطور نمیتونید اینو پیدا کنید؟ کارتون رو بکنید. برگشتی. تو نابغه یه چیزی بنویس. خوبه، خیلی خوبه. درسته، درخت. آفرین. حالا نگاه کن، وقتی کنار هم می نویسیش میشه لیم، میشه لیم. وای لیم، دو درخت کنار هم میشه لیم، یعنی جنگل. آفرین، درسته. این شعر به سبک اونیول نیست، به اونیولگو هم نمیخوره. پنج کلمه و پنج خط، چه شعر عجیبیه. دقیقاً، تا حالا ندیده بودم شعری اینجوری نوشته بشه. شاهزاده، میشه یه کلکسیون شعر جیگانگو بهم بدین؟ این شکل شعر تا حالا کسی ندیده. شعرهای قدیمی تقریبا شکل خاصی ندارن، دنبال شعرهای قبل از دوره شیبه. فکر خوبیه. بله. شکل شاید اصلا اشتباه میکنیم که فکر میکنیم شعره. اگه شعر نیست پس چیه؟ اگه به چشم شعر بهش نگاه نکنیم چجوری بررسیش کنیم؟ میتونیم تک تک کلماتشو بررسی کنیم، اینجوری راحت تره. درسته، شاید داریم بی خود برای خودمون سختش میکنیم. درسته، کلمه به کلمه.
فکر خوبیه. به این فکر نکرده بودیم، فکر میکردیم خیلی پیچیده تر باشه. کلمه به کلمه. از افسرهای وزارت جنگ هستن. مستقیما به وزیر جنگ گزارش میدم. چون روی رمزهای جنگ کار میکنن، احتمالاً میتونن این رمزو کشف کنن. ظاهراً که پیچیده نیست. واقعاً؟ موگونگی هیونگ هوا مومیونگ من اینچه. اینجا هم نوشته خورشید و ماه. خورشید و ماه، فکر کنم همه کلمات این گروه رو داره به جز کلمه درخت. عجیبه که کلمه درخت نیست. مادر جون، اینو من نوشتم. آفرین. مادر جون، دوتا درخت میشه لیم، یعنی جنگل. درسته، دوتا درخت کناره هم میشه جنگل. دوتا درخت. دو درخت منظورش جنگل نیست، منظورش دو درخته. فکر کنم به نوع چوبی مربوطه که باهاش کاغذ درست میکنن. اگه کلمات درخت، زمین، خورشید و طلا رو با هم ترکیب کنیم میشه درخت توت کاغذی. این رمز شعر. همه میدونم که میشه از درخت توت کاغذی کاغذ درست کرد. از این درخت توت و یه درخت دیگه کاغذ درست میکنن. یه درخت دیگه؟ اگه کلمات ما آتش و آب رو ترکیب کنیم چی میشه؟ به شکلهای مختلف میشه ترکیبشون کرد. اگه دو درخت باشه دو برگم دارن، برای همین نوشته موگون گی هیونگ هوا. اینجا هم کلمه بیون رو نوشته و این خط. اگه کلمات ما آتش و آب رو ترکیب کنیم میشه درخت گلیسی. درخت گلیسی، منظورش درخت گلیسینه. درخت گلیسین و توت کاغذی. همینه جواب، درخت توت کاغذی و درخت گلیسینه. پیداش کرد. مادر پیداش کرد. ما بر حال کردیم. همه گوش کنید، باید سریعاً چوبه گلیسین جمع کنید. باید درختای گلیسین سالم رو قطع کنید و با این ترکیب کنید. فهمیدید؟ بله. بریم دنبال درخت گلیسین. بگم بیاین تونتر بیاین. نمیدونم آب دریایی درست کردن یا نه. خوب شد پیدا کردن. خیلی خوب جام کرد. چی بگی لیسین رو آوردین؟ نیا کنین؟ چی بگی لیسین آوردین؟ آره.
پیدا کردی. بانوی من، بانوی من، این همون چوب گلیسینی که دنبالش بودیم، درخت گلیسین. بله درسته، وقتی زیادی نداریم باید انجام بدیم. چیزی که کم داشتم چوب گلیسین بود. آه خودشه. ما بهترین چوب گلیسین ترکیبش کردیم. بله همین کار کردم. چوب درخت گلیسینه؟ بانوی من، بانوی من، خدایی که کم داشتن چوب گلیسین شما که این چوب جمع کردیم. قربه منو نکشید، تا فهمیدم راز مخفی چوب درخت گلیسین بوده اومدم، اما دیدم خودتو فهمید. منو نکشید. نباید بذاری بانوشین کاغذ گوریوشو تو مسابقه بیاره. باید به هر طریقی شده نذاری تو مسابقه شرکت کنه. چوب گلیسین رو دیشوندم تا خمیر شه. حالا باید چوب توت کاغذی رو با چوب گلیسین ترکیب کنیم. نگفته با چه نسبتی باید ترکیبشون کنیم. پس پیدا کردن نسبت مناسب کلید تولید کاغذ گوریای اصلیه. حالا باید بهترین نسبت رو پیدا کنیم. کاغذ هانجی فقط با چوب توت کاغذیه که تولید میشه، پس باید چوب گلیسین به اندازه اضافه کنیم، نه زیادتر نه کمتر. همش چند روز تا مسابقه مونده، برای همین باید چند بار امتحان کنیم. نمیدونم چند بار باید این کارو بکنیم، برای همین باید تا میتونیم خمیر درست کنیم. برید وقت نداریم. بله 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 بله. اینا دیگه چیان؟ گزارشی درباره فساد بین وزرا. علی جناب به من دستور داده بودن این کارو بکنم. این گزارش نشون میده وزرای رد بالا 20 سال از تاجرای خلافکار رشوه میگرفتن و به این ترتیب تاجر خلافکار و وزرا پول زیادی به دست آوردن. چه آدمای خلافکاری؟ وزیر می چی هیونگ یکی از اوناست. تو دربار یه نفرم پیدا نکردم که ازش رشوه نگرفته باشه. وزرای رد بالا همه داشتن رشوه می گرفتن، بنابراین کل سیستم فاسده. می خوام همین فردا این گزارشو به عالی جناب تقدیم کنم. شاهزاده یوسیان که اما فکر نمی کنم صادر کردن حکم برای وزرا مشکلی رو حل کنه. خمیر آماده است. کیفیتش بهتر شده؟ خوبه، بیاییم بازم تلاش کنیم، بازم ترکیبشون کنیم. Thank you.
قلمو به هم بده. بهتره، نزدیک شدی. خودش. فکر کنم پیداش کردیم، با این برنده میشیم. این سطح صیقلی و بافت کاغذ عالیه. باشه خطو میکشی تا ماده مناسب رو پیدا کنیم. بهش دست نزن، کسی بهش میکنیم. بانوی من، پس تونستیم کاغذ گوری رو درست کنیم؟ بله تونست. ارباب ما هم پخش شدیم کاغذ گروه درست کنیم. ارباب خوش اومدیم، موفق شدیم کاغذ گروه رو درست کنیم. خیلی خوبه. باید جشن بگیریم. آره آره. تبریک میگم عمو جون. آتیش! 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 بیای! 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 باید آب بیاری! بیای! آتیش! آب بیاری! خاموشش کنی! خاموشش کنی! بریم. بریم.
بیا تو. پروفسور چی شده؟ دیشب اینو توی وبلاگ راده گذاشتن. مطمئنی تو وبلاگ راده گذاشته بودن؟ بله مطمئن. از کارش سوچیون نبوده. هرچی رو که راده تو وبلاگش میذاره بررسی کنید. میتونی بری؟ بله پروفسور. بله آقای رئیس. همین الان بیا. ممنون آقای سو. ممنون. اینجا چقدر خوبه. ای کاش میتونستم اینجا زندگی کنم. اون جیون نیست؟ جیون. 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 خب تفاوت رو پیدا کنیم. تفاوت رو پیدا کنیم. شاید یه پیغامی برامون گذاشته. شاید جواب درخواست نمونه. ها؟ راست میگه. وگرنه چرا باید اینو تو وبلاگش بذاره؟ تقریبا کار رمزگشایی دفتر خاطرات تموم شده. جیان خیلی پیشرفت کردیم. میخوای یه تیکشو برات بخونم؟ نه بذار بعدن خودم میخونم. باشه خودت بخون. آی 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 متاسفم اما باید مستقیم برم سر اصل مطلب. باش جیان یکم استراحت کن، انرژی بگیری تا ادامه بدیم. تا کی میتونیم به این مبارزه ادامه بدیم؟ خیلی ناراحتم که این بارو روی شونه شما هم گذاشتم. این مبارزه شما نیست اما شما رم درگیر کردم. نه برای ما ناراحت نباش، خودمون خواستیم این کارو بکنیم. جیان چرا برای ما ناراحتی؟ به خاطر من از کار بیکار شده. این همش تقصیر منه. بی فکری ها زیاده روی کردم. همش تو کاری که به مربوطه استخالت میکنم. خودمو مسخره همه کردم. سانکیو. اونی که مسخره است منم. تخصص منه نه تو. بخور.
بیا جیون. نباید کنار بکشیم، اگه الان کنار بکشیم مبارزه رو میبازیم. بیا یه چیزی بخور، انرژی بگیری. خانوم یکی دیگه برامون بیار. بیا تو. پروفسور مین اومده. اوه اومدی؟ بیا 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 تو. بفرما بشین. حتما میدونی دو ماه دیگه جلسه ای بین سران پنج کشور جهان برگزار میشه. براشون نمایش فرهنگی بزرگی ترتیب دادی. خوبه، نقاشی کوهستان گیونگانگ هم تو جلسه به دیوار میزنیم. چی گفتی؟ مگه به سرت زده؟ این چه حرفیه؟ وزیر فرهنگ اینو ازم خواسته، رهبر چین میخواد ببینتش. اگه اوضاع خوب پیش بره به عنوان گنجینه ملی ثبت میشه. خیلی از متخصص های هنریم اونجا جمع میشن، مخصوصا از چین و ژاپن خیلی ها میان. اگه یه نقاشی تقل... کافیه. نقاشی که ما داریم از نقاشی اصلی هم واقعی تره. اینو بسپر به من، قبلنم گرد همایی های بزرگی رو چرخوندم. این بار فرق میکنه، نقاشی اصله. باید خدمتتون بگم نقاشی تقلبی نیست. بعضی ها شاید نظر دیگه ای داشته باشن، اما وقتی نگاش میکنم دهنم باز میمونه. حتما روی بقیه هم همین اثر رو داره. هر چقدر هم پول توی نقاشی باشه دیگه نباید وقاحت رو از حد بگذرونیم. گوش کن زن، چرا نمیتونی احساساتتو کنترل کنی؟ باید عمیق‌تر نگاه کنی، باید بزرگتر فکر کنی. اون نقاشی فقط وسیله‌ای برای رسیدن به هدف بزرگمونه، فهمیدی؟ پروفسور مین، باید نورپردازی نقاشی خوب باشه، از نور خوب استفاده کنید. وای چه هوای تمیز و پاکی، این کوهستان آبی با این نوراش عالی. آقای جون میون. منو ببخش پدر جون. انگار حالت خوب نیست. حالم خوبه پدر جون. باشه باشه خوبی. منو ببخش. بیا بریم تو استراحت. ببخشید پدر. آی وای تام. آی آخه تام، چرا با اون حرفات ناراحتش کردی؟ نمیدونی الان چقدر آسیب پذیره؟ درسته، ببخشید. راستش میخواستم دلداریش بدم، نمیدونستم اینطوری میشه. خیلی خوب، منم میرم بخوابم. شب بخیر. وایسا منم بیام. برام مهم نیست واقعیه یا نه، هر جوری شده نقاشی اصلی رو نابود کن، اینجوری از شرشون خلاص میشی. آنگیون از ضربات بلند قلم استفاده میکرد. من آنگیون نیستم، هستم؟ گفتی فقط باید یه جوری در بیارم که از دور شبیه باشم. اصلا ادامه بذار تمرکز کنم، اینطوری نمیتونم.
حالت خوبه؟ تو چی؟ سرم یکم درد میکنه. معذرت میخوام که با حرفام اونجور ناراحتت کردم. دیگه به چیزی نمیگم. حتی اگه خواستی کنار بکشی و بری دنبال کار خودت، مهم سلامتی خودت و پسرته. اون نقاشی ارزششو نداره. حتی اگه شده یک یا دو سال صبر میکنم. ممنونم سانگیون. ای کاش میتونستم اینجا بمونم، اما شوهرم اجازه نمیده. جیون حوصلت سر نمیره؟ کل روز هیچ کاری نمیکنی؟ تو مرکز فرهنگی کاری نیمی وقت تدریس گرفته. خیلی خوبه. از شهردار خواستم جیون رو استخدام کنه، پیش همه شهر تعریفشو کردم. خوش به حال مردم اینجا که یه مدرس دانشگاه آخر هفته درس هنر میده. یونسو به حرف پدر بزرگت گوش کن. باشه من دیگه میرم. بعدم میبینم جیون. خداحافظ یونسو. خداحافظ. بازم به ما سر بزنی؟ حتما. آهسته برونید. چش. آهسته برونید. خداحافظ. بریم تو یونسو. یونسو جیون بذار بره. یونسو از مادرت عصبانی هستی؟ دیگه دوستش نداری؟ بیشتر از دنیا تو رو دوست داره. پدرت هم همینطور. نباید کنار بکشیم. اگه الان کنار بکشیم مبارزه رو میبازیم. تو و پسرت مهم هستین. اون نقاشی ارزشش نداره. حتی شده یک یا دو سال صبر میکنم. مغازه جیمورجیون. هنوز کسی به نام
خانمش این ثبت نام نکرده. حواست باشه. باید مسئله مربوط به کاغذ گوریو رو سریعا رفع و رجوع کنیم تا دوباره به کارهای کشور برسیم. بله درسته. چرا جوری رفتار میکنید انگار به شما هم مربوطه؟ بعد از تموم شدن رقابت و اعلام نتیجه مسابقه ممکنه چندین نفر اعدام بشن، شاید شما هم یکی از اونا باشیم. چی گفتی؟ ای گستاخ. ای بابا چرا شما هنوز اینجایین؟ چی؟ امروز روز مسابقه برای تعیین کاغذ گوریای اصلی. درسته، امروز نزدیک بود این اتفاق هنوز از دست بدیم. بیاید بریم. بیاید. همه کاغذ های نمونه رو در دور اول بررسی کردیم. 10 کارگاه کاغذسازی در دور اول قبول شدند. داوطلب یکی از کارگاه ها لحظه آخر کنار کشید و یکی دیگه ظرفیت تولید کافی رو نداشت. 8 کارگاه کاغذسازی به دور بعدی رسیدن. بیاییم. کاغذ تایید شده برای ثبت تاریخ سلسله چوسان استفاده میشه. خیلی خوبه. آره خیلی عالیه. چندین هزار سال تاریخ رو ثبت میکنه. پس باید با دوام باشه و عمر زیادی بکنه. درسته. و حالا دوره نهایی رو شروع میکنیم. دفتر کاغذسازی استان یوین مردو. دفتر کاغذسازی استان سونگچین مردو. استان جونجو قبول. بقیه کارگاه های کاغذسازی برای بررسی نهایی به دور بعدی راه پیدا کردند. قضاوت بیشتر از معمول طول کشید. حوصله‌تون که سر نرفته؟ نه عالی جناب. خیلی به کالای جسون علاقه دارم و میخوام با چشمای خودم روی داوری نظارت داشته باشم. از لطفتون سپاسگزارم. بهترین و مرغوب‌ترین کاغذ گوری رو بهتون میدیم. نگران چیزی نباشید. همونه که میخواید. لطف میکنید عالی جناب. در آزمون آخر روی کاغذ با چاپ سنگی امتحان کردیم. بعد از بحث و قضاوت 2 کارگاه کاغذ سازی انتخاب شدن.
صاحب کارگاه تولید کاغذ جیمال جیون، بفرمایید داخل. دومین کارگاه، کاغذسازی یانگ ریو جیسو، بفرمایید داخل. صاحب کارگاه یانگ ریو جیسو، لطفاً وارد شین. من هستم. من صاحب کارگاه یانگ ریو جیسو هستم.